کارلوس فوئنتس در سال 1929 متولد شده است. اولین مجموعه داستان‌های کوتاهش به نام روزهای صورتک پوش‌ها در سال 1954 به چاپ رسید که در بردارنده یک حکایت ترسناک به نام چکمول است. نخستین داستان بلند او قلمرو شفاف نام دارد که در سال 1958 با نام در کجا هوا صاف است به زبان انگلیسی ترجمه و چاپ شد. این کتاب چشم‌اندازی از همه طبقات شهر مکزیکو است. در کتاب قلمرو شفاف تکنیکایی به کار رفته که از جیمز جویس و دیگران بهره گرفته است. اثر دیگر فوئنتس به نام وجدان‌های پاک زندگی یک جوان شهرستانی را در تضاد با خانواده‌اش وصف می‌کند. خانواده‌ای که ثروتمند است. این جوان نمی‌تواند با قشرهای فرودست اجتماعی رابطه برقرار کند و سرانجام به روشنفکران طبقه متوسط روی می‌آورد. مرگ آرتمیو کروز اثر دیگری از فوئنتس است که سرگذشت یک کارفرماست. آغاز داستان توصیف مرگ آرتمیو است و بعد صحنه‌هایی از زندگی گذشته او مورد بررسی قرار می‌گیرد. شخصیت آرتمیو کروز به یک من و یک تو تقسیم می‌گردد و تضادهای فکری او را باز می‌شناساند. این اثر یک رمان اجتماعی و بررسی شخصیت است. آثار دیگر فوئنتس عبارتند از کمربند مقدس درباره عقده روحی و تنهایی یک جوان و تغییر پوست که بهترین اثر او به شمار می‌رود. این اثر کوششی است برای یک رمان گسترده و تغییر روابط بین چهار نفر را در سفری به چولالا بررسی می‌کند.